سلام عزیزان، خدا کنه که جور و صحت سلامت باشین و هر جای دنیا که هستین لباس عافیت برتن داشته باشین. عزیزایی که داخل کشور هستن و همچنان بیرون از کشور هستن، جانشان جور و سلامت باشه انشالله. ما باسر سخزاده هستم و امروز میخوایم که بریم به طرف استالف کابل که ببینیم استالف چگونه یک جای است. و مطمئنن که استالف یکی از زیباترین و بهترین جاهای دیدنی کابل است. پس امروز میریم با هم میبینیم که استالف چگونه یک جای است و خیلی از مردم و از دوستا تعریف استالف شنیده بودم ولی هنوز ندیده بودمش. پس امروز با هم یک جا میریم ببینیمش. تا اینجا که آمدیم بسیار یک طبیعت زیبا داشت و این منطقه را که میبینین از اینجا خود همو تخت استالف است، ولی فعلا ما میریم به طرف پایین. اول پایین ها را میبینیم با هم یک جا، باز دوباره پس میاییم به سر خود تخت استالف که ببینیم تخت استالف هم چگونه یک جای است. خب از می فهمن که استالف به ظروف کلالی خیلی مشهور است و بالای همین پل هم که میبینین یک نماد از ظروف کلالی را اینجا جور کردن. ما اینجا رسیدیم و واقعا یک جای بسیار دیدنی و طبیعتی است. ما حالا برم با طرف پیش که به شما ویدیو بگیرم. دیگه امروز انشاءالله بینبه برنامه باشین و ما امروز بردار مکمل استالف نشان میتم. پس لایک سبسکرایب هم فراموش نکنین و بینبه برنامه باشین عزیزم. رفقا ما کوشش میکنیم که کم کم به طرف بالا بریم که از قسمتهای بالا اول به شما قسمتهای پایین نشان بتم، بعد از او باز میریم به قسمتهای پایین و پیش همو شرشره های آب که از طبیعت از اینجا لذت ببریم. خطری درخت رو ببینین از یا بسیار بزرگ است. خیلی بزرگ است جای، خیلی بزرگ است ساقه درخت. خب بریم به طرف بالا که دوستا پیش رادن و ببینم که گمشان نکنم. و از اینجا که خلاص شدیم انشاءالله میریم به خود تخت استالف. تخت استالف هم همچنان به شما به ویدیو میکشیم. متاسفانه که خیلی در این جای مغول خیلی پلاستیک های اضافی هست و همین نمای همه شرشره های آب بسیار خراب کرده، ولی بازم بسیار یک جای که مقبول زیبا. رفقا ما به قسمت های بالا آمدم که به شما ویدیو بگیرم و میبینیم که خیلی یک جای سرسبز و زیباست. دیگه از اینجا ما خلاص شدیم میریم به پیش تخت استالف. پس بینده برنامه باشن و لایک سبسکرایب هم فراموش نکنید. رفیقا این درخت واقعا بسیار قطرش کلان بود و این درخت هم که از درخت بید روسی است. ببینید که از اینجا تا آخر از چند قدم بود، چند قدم، قدم های کلان تلم 2, 3, 4, 5, 6, 7 این الان فکر کن یک طرف شد، یعنی مکمل هم در عرض بسیار درخت. ما پوش میکنیم که بریم به طرف تخت استالف تا شما بینده برنامه باشه. عزیزا در این فصل گرما میبینین که
همگی جا که میاین حتما او بازی میکنن. این تفلکار هم میبینه که ساتشان چقدر پیر است. غیب بدون تفلا بزرگا هم او بازی میکنن دیجا بخاطری که هوا خیلی گرم است. چطور است؟ ساعتتان تیر است؟ ساعتتان تیر است؟ میایم میایم ما میایم باز. واقعا یک جای دیدنی و زیباست از دار. یعنی از دیدن یک قسم جایا آدم لذت میبره. و تقیقا خود وقت کسی این قسمت هاست که انشالا باز نزدیک گرفته به شما ویدیو میگیرم. رفیقا ما در منطقه استالف کابل هستیم و همونجا کمپ خود زدیم که چند دقیقه بشینیم نان بخوریم. بعد از او باز دوباره بریم به طرف خود تخت و همچنان جای زیبای دیگه خود تخت استالف و میبینیم تمام دوستایی که اینجا بازی میکنن. یکی هم دیگه فصل بازی است همین وقت و همین وقتش است. رفیقا میبینیم که طفلا و جوانا همگی آمدن و بازی میکنن و از این آب و هوای منطقه استالف لذت میبرن. واقعا استالف خیلی دیدنی و زیبا است. خوب ایزا ایم از زیبایی های طبیعت، از زیبایی های منطقه استالف کابل جان و ای که هنوز ما به خود تخت نرسیدیم. پس چند دقیقه دیگه منتظر باشیم تا خود ما با پیش تخت برسانیم و از اونجا دیدن کنیم. و ایره میبینین که همه تو توت مزدار استالف، توت تازه. خب ما زیاد بایبازی هم کردیم ولی نخریدیم چون میوه زیاد گرفته بودیم همراه خود دموتر. باز نمیشد که توت هم بگیریم. عزیزای این منطقه را که در تصویر میبینین خود تخت استالف است و اکثر از جوانا و مردم ما میاین به اینجا تا که روزشان را بگذرانن و خیلی یک جای طبیعتی و زیباست. من خودم هم تا بال نامده بودم و این دفعه بار اول است که من به استالف میایم. خیلی یک جای زیباست. واقعا از زیبایی از اینجا من لذت بردم و نگفته نمانه که منطقه را به خاطر تخت استالف میگن، به خاطر که از این منطقه مکملا استالف خیلی زیبا معلوم میشه. و باید بگم که در این منطقه استالف آمدن فامیلیا هم جواز داره، چون ما با چشم خودم دیدم که اکثر فامیلیا آمده بودن با فامیلشان از اینجا از طبیعت زیبای استالف لذت می بردن و کدام ممانعت وجود نداره. و این هم نمای استالف از بالای تخت استالف. خوب ازا ای بود استالف کابل. خدا کنه که از دیدن برنامه لذت برده باشین، از دیدن استالف کابل لذت برده باشین و همچنان امید است که شما هم کانال ما رو سابسکرایب کنین و حتما در کامنت به ما بگوین که بار دیگه ما به کجا بریم و به شما به تصویر بکشیم تا که به میل دل شما باشه.
پس تا ویدای بعد خدا حافظ و نگهدار همه شما.